درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز توی این ویدیو که به سفارش دوستی به نام خلیل الله میسازم به فعل‌هایی که نیاز به دو تا آبجکت دارن میپردازم. فعل‌هایی که نیاز به آبجکت مستقیم یا همون مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم دارن. بعضی از فعل‌ها احتیاج به مفعول ندارن، بعضی از فعل‌ها احتیاج به مفعول دارن، بعضی از فعل‌ها احتیاج به دو تا مفعول دارن که توی این ویدیو به لیستشون میپردازیم و توضیح میدم توی چند تا مثال. اوکی؟ و وقتا ما چیزی رو، کاری رو بر روی یک شیء، روی موضوعی، روی آبجکتی انجام میدیم و اون رو برای کس خاصی داریم انجام میدیم، هر دوتاشون در واقع دریافت کننده این فعل هستن یا نتیجه این فعل به هر جفتشون میرسه و به ترتیب فعل‌های مستقیم و مفعول مستقیم و غیر مستقیم میشن، یا میتونیم برعکسشون کنیم، جا به جاشون کنیم. اوکی؟ حالا بریم با مثال‌ها این توضیح رو کامل کنیم. اوکی؟ I sent. Sent گذشته send. Send یکی از اونها هست. ما چیزی رو میفرستیم به کسی، برای کسی. اوکی؟ مثلا I sent her an email. اینجا چیزی که مشخصه اینه که من فرد رو نفرستادم. I sent her. مثلا فرد رو نفرستادم جایی. میگم I sent her an email. اینجا her کسی هست که دریافت کننده هست و اون sender منم، receiver ایشونه. اوکی؟ این sender، این receiveره، اما اون چیزی که داره فرستاده میشه an email هست. اوکی؟ پس یک ایمیل فرستاده میشه به این آدم. به این ترتیب من میگم I sent her an email. اینجا ترتیبی که من استفاده کردم، اول مفعول غیر مستقیم رو استفاده کردم و بعد مستقیم رو. تمامی اینایی که من الان درست کردم اول غیر مستقیم آوردم. از کجا میدونیم کدومی که مستقیمه کدومی که غیر مستقیمه؟ نگاه میکنیم اون چیزی که داره فعل مستقیما روش صورت میگیره ایمیله. این ایمیله که داره دست به دست میشه، این ایمیلی که داره جا به جا میشه، نه فرد. اوکی؟ به این ترتیب اونی که فعل روش مستقیما صورت میگیره میشه direct object و اونی که در واقع دریافت کننده پایانی هستش، اونی که در پایان در واقع از اون موضوع استفاده میکنه یا بهش میرسه، میشه مستقیم direct object، indirect object. پس این مستقیمه با اینکه حالا دور شده از فعل ما، ولی این مستقیمه چون فعل مستقیما روی این صورت میگیره و این غیر مستقیم. I sent her an email. توی تمامی اینها من فاعل رو دارم، بعد فعل رو دارم، بعد مفعول غیر مستقیم رو دارم، بعد مفعول مستقیم. اوکی؟ حالا باز مورد دیگر نگاه کنیم. I showed کارلا the new album. اوکی؟ اینجا من نشون دادم به کارلا. کارلا اونیه که کار شو در واقع در پایان بهش رسیده. اما چی شو شده؟ چی به نمایش در اومده؟ the new album. اوکی؟ نیو آلبوم رو من به کارلا نشون دادم. پس مستقیما اون کارش دیده شدن، به نمایش در آمدن، کارلا به نمایش در نیومده، بلکه این آلبوم به نمایش در اومده. پس من این رو میگم این مفعول مستقیم، این میشه غیر مستقیم. اوکی؟ این اونیه که آخر میگه مثلا اگر این کیک باشه، این اونیه که میخوره، این مستقیما کیک مستقیما مورد در فعل روی خود کیک داره صورت میگیره. پس اونی که مثلا توی جمله ما حالت کیک رو داره میشه غیر مستقیم و اونی که از اون کیک لذتشو میبره میشه مستقیم. اوکی؟ اینم یه فرمول، حالا شاید کمک کنه یه جمع.